خبر مهم، بایدن به التماس افتاده. پیغام بفرست و پسغام بفرست. ایرانیا جون مادرتون واکنشی نشون ندید. ما همینطور تو شورای حکام اومدیم یه بادکنک هوا کردیم، یه سوزن بزنی میپوکه. من روبروی کنگره دستم بزده است، من خاکسار شما هستم آقا، التماس میکنم. سلام دوستان عزیز، قبل اینکه شروع کنم لطفاً یوتیوب و اینستاگرام ما رو لایک و کامنت و اشتراک گذاری کنید. به دوستان اینستاگرام میگم کانال تلگرامی خوشخبر هم لینکش تو پروفایل پیج موجود است، لطفاً کانال تلگرامی ما رو حمایت کنید. خب سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر بسیار کاردرست، خیلی کاراشو قبول دارم، دکتر پرفکت نمبر وان، در صحبتایی که در برنامه جهان آرا با جناب آقای امیرحسین ثابتی داشتن صحبت میکنن. قبلش یه توضیح بدم دوستان عزیز، متاسفانه من برنامه OBS هنوز یاد نگرفتم، هنوز کسی هم پیدا نشد حقیقت ما رو یاد بده، واسه همین نمیتونم فعلا در حین پخش کردن فیلم صحبت کنم. ما رو به تمامی کمبودهایمون ببخشید، فقط میتونم اینو بگم. خب دوستان عزیز، اونایی که میگفتن مذاکرات باعث شد ایران خطر حمله نظامی از سرش رفت بشه، یادتونه تیم روحانی و ظریف میگفتن؟ یادتونه دیروز شهرام گدا میگفت این قطعنامه شورای حکام ایران تو وضعیت بدی قرار داده، تا شهریور ما هم بیشتر فرصت نیست، گروه چپ و راست بیایید متحد شید یه کاری بکنید، ایران در خطره. یادت این حقباز و شالاتان ما نقد کردیم. حالا این کاور آمریکایی هست، تو ظاهر خودشون قدرتمند نشون میدن، اما تو باطن اون زیر زیرا تو رو خدا جون بچه تون ایرانی ها کاری نکنید. یه بار که خدمت شما گفتم فروید میگه آمریکا کشور بی خودیه، نه فرهنگی داره نه تاریخی داره، نه مردمش تمدنی دارن نه روابط میدونن، خیلی کشور مزخرفی آمریکایی ها. این 1906 میگه. ولی تنها چیزی که من یه بار سفر کرده بود آمریکا، تنها چیزی که من تو آمریکا دیدم تبلیغاته، تبلیغات و تبلیغات، قرقی رو جا قناری میدن، قناری رو جا قرقی میدن، یعنی با تبلیغات قلب حقیقت میکنن، حقیقت رو برعکس میکنن. تو دنیای تو ظاهر خودشون رو قدرتمند نشون میدن، تو باطن حالا دارن میلرزن. ایرانی ها کاری نکنید. اون چیزی که ایران رو نگه داشته مذاکره و چیزا نیست دوستان عزیز، قدرت ایرانه، اقتدار ایرانه، بازوان منطقه‌ای ایرانه، قدرت نظامی ماست. اینا خیلی میترسن. و اینکه الان شرایطی هست در جهان، روسیه از او بر داره حساب اوکراین میرسه در اثر کارهایی که آمریکایی‌ها کرد، تحریکاتی که آمریکایی‌ها کردن، از او بر چین دندون تیز کرده واسه تایوان، و این مثلث یه ضلع دیگه هم داره، ایرانه، چون میدونن دست از پا خطا کنن از اروپا تا جنوب شرق آسیا از کنترلشون خارج میشه. امروز ایران و روسیه و چین یک بلوک اقتدار روبروی غرب ایستادنه، و اینا خیلی وحشت دارن، خیلی وحشت دارن، به شدت هم ضعیف شدنه، دستشون باز شده، کاملا دستشون واسه جهانیان باز شده دیگه. آمریکا اون کشور ترسناک قبلا ناوگانش حمله نمیدونم حرکت کردن و رژیما سرنگون میشد دیگه گذشت، اون ممه رو لویو برد. دوستان عزیز، ایران هیمنه پوشالی آمریکا رو از بین برد. خب حالا جناب سید مصطفی خوشچشم چی میگه؟ این دوست نازنین ما خیلی هم ماشاءالله خوشتیپن تو این سن و سال. خب کنم مردم اینو نمیدونن، حالا الحمدلله رب العالمین که ما همه چیزو میگیم. آقای بایدن تو 48 ساعت آخر پیغام پسغام من بمیرم تو بمیری کرد، اگه من اشتباه میکنم. 48 ساعت آخر یعنی کی منظور؟ قبل قطعنامه لحن قطعنامه رو ضعیف کردیم. اقدام تقابلی نکنید، من دستم بسته است، کنگره بهم اجازه نمیده امتیاز بدم. اقدام تقابلی نکنید، یعنی کار به اینجاها رسیده ها. این واقعیت آمریکاست، این
آقای امیر عبداللهیان هم گفت تو داووس سوئیس که آمریکایی‌ها تو ظاهر چیزی میگن ولی تو خفا چیزای دیگه به ما میگن. واقعیتشون هم ما یه سیاست ابلاغی داریم، یه سیاست اعلامی داریم. سیاست اعلامی به قول معروف ابلاغی هم عیان است، ولی اون اعلامی است که به قول معروف اعلامیه عیانه، ولی اون ابلاغیه چیز دیگه است. حالا اینا ابلاغیشون تو خفا آقا تو بمیرم ایرانی رو کاری نکنید، دستم بسته است دیگه، ما رو درک کنید خواهشان، یعنی به التماس افتادنه. این قدرت مقایسه بکنید با 40 سال پیش، 45 سال پیش تو گوادلوب نسخه میچیدن واسه شخص اول این مملکت که باید از کشور بره. واسه 25 سال قبل از اون کودتای نظامی میکردن، دولت سرنگون میکردن، دولت ملیگرای مصدقو. نمیدونم 32 تا 12 سال قبلش اومدن تهران رو تصرف کردن، شاه مملکت رو با فضاحت از کشور خارج کردن. بعد یه شاه دیگه گذاشتن، کنفرانس تهرانی گذاشتن تو تهران، شاه مملکت ما رو راه ندادن توش. وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم دوستان عزیز، یک رنج تاریخی رو در نظر بگیرید. ما کجا بودیم؟ توی 300 سال ما یک کشور تحقیر شده بودیم، تو سریخور بودیم، پل پیروزی دیگران بودیم آقا، مرتب در حال شکست و از زمین از دست دادن بودیم. امروز کجاییم؟ وسعت دیدتون رو دوستان عزیز گسترده کنید. عرض میکنم فقط مبتنی بر یه فکت مثلا گرونیه، آه دیگه جمهوری اسلامی بده، نه، اینو در یک دایره وسیع تر ببینید. اقتصاد یکی از شاخصهای حکومته، از ده ها شاخصه، که اونم همین غربی ها مهمترین عاملش بودن با تحریمایی که بر علیه ملت ایران کردن که ملت ایران رو به فلاکت بیاندازن. ولی خوشبختانه تو وضعیت اقتصادی هم ما حالا دشواری داریم، چالش داریم، ولی اینا فروپاشی ایران رو میخواستن، این آرزو رو به گور میبرن. تازه چشم‌اندازهای خیلی مثبتی جلو روی ماست در زمینه اقتصادی. ببینید ما امروز کجاییم؟ تک ابرقدرت جهان. یه زمانی جهان دو قطبی بود، الان تک ابرقدرت جهان به التماس افتاده. نفکش یونانی یا خود انگلستان که یه زمانی میگفت آفتاب تو مستعمراتش غروب نمیکنه. ما سیلیای دردناک میزنیم دوستان عزیز، وسعت دیدتون رو گسترده بکنید، عقده ها و ناراحتی های کوچیک رو کنار بذارید. اگر ایران براتون مهمه، این اقتداره، نه چهار تا دوزاری برانداز اون مجاهدین خلق که اینقدر دریوزه بودن زمان جنگ به صدام کمک میکردن بر علیه ایران، جوانان، کشتن جوانان ما. اون رضا پهلوی که دیگه تقش افتاده و من و تو و طرفدارا خودش داره میکوبنش، آدم دو ریالی. شما آیت الله خامنه اینو در نظر بگیرید. مادورو میاد تهران میگه حساب ایران با بقیه کشورها جدا است، ایران واسه دوستاش خطر میکنه. شما بگید کدوم کشور تو دنیا هست واسه دوستاش خطر بکنه؟ آمریکا هر کشور منافع خودشون در نظر میگیره. دوست چیه؟ محمد رضا شاه همه خدمت کرد به منافع آمریکا، زمانی که دیگه به دردشون نخورد حتی حاضر نبودن یه بیمارستان خوب ببرنش واسه درمانش، بهش پناه ندادن، مثل یه سیگار مصرف شده لش کردن، مثل یه دستمال مصرف شده پرتش کردن. واقعیت آمریکا و غرب همینه، بارهایی رفتار رو انجام داده، تو افغانستان دیدیم، تو عراق دیدیم، با این کردای مفلوک شمال سوریه دیدیم، خیلی جا اینطور بوده. اما ایرانی هوای دوستاشونو دارن تو سوریه، تو فلسطین، ونزوئلا که اتفاقا خیلی منافع اقتصادی واسه ایران داره. ونزوئلا کلی زمین مسطح واسه کشاورزی، کلی آب داره، ما میتونیم اونجا بخشی از نیازهای غلاتمون تو دنیا تامین بکنیم. یعنی توزیع اینا عرض میکنم هر مسئله اول توزیع امنیتی نظامی بعد وارد فاز اقتصادی میشه. ما خیلی منافع داریم تو ونزوئلا. خب حالا میریم
نبوده، زیاد پیغام اینا جلوی صحنه شیرن، پشت صحنه آقای امیر عبداللهیان تو داووس میگفت به فرید زکریا ما یه چیز دیگه میشنویم پشت، واقعا اینجوریه، پشت صحنه رو نمور میان جلوی صحنه خودشون شیر نشون میدن، میگن که دست خالیه پوز میدن. آقای ببین ایرانی ها معروفن به شطرنج بازان خوب. حالا یه نظری از هندی ها شطرنج رو اختراع کردن، ولی غربی ها میگن ایرانی ها شطرنج رو اختراع کردن. ایرانی ها شطرنج بازان خوبی هن. یعنی هر حرکتی میکنن چندین مهره حرکت بعدش رو پیشبینی میکنن، از نقطه A میخوان برن نقطه B. اما غربی آمریکایی ها پوکر بازان خوبی هن، ورق بازان خوبی هن، قمار میزنن، یه لاف میزنن ببینن این لافه میگیره یا نه. دیپلماسیشو هم همینه، پوکر بازن. تو رو در رو تو عالم به قول معروف ظاهر یه لاف میزنن، یه بلوف میزنن که ببینه واسه شو میگیره طرف بترسه. خیلی جام اگر محمد قذافی فریب این بلوفه رو نخورد، خیلی ها ترسیدن جا زدن. اما ایرانی ها شطرنج بازان ماهری هن، فریب این بازی ها رو میخورن. اونم با وجود رهبری آگاه، خردمند، آینده نگر، شجاع، مدیر، مدبری مثل جناب آیت الله خامنه ای. خب حالا خدا رو شکر تأثیرم نگذاشت، یعنی این پیام آقای بایدن اینجوری نیست که بگی ما رو منصرف کرد، میبینید یه سری اقدامات شده، ولی نباید جامعه ما، جامعه انقلابی، دولت انقلابی توشه و وقت سکوت کنه، هیچی نگه، اون برم میگه خب خدا رو شد دیگه نامه ما مثلا که هم 20 تا دوربین رو برشتن دوتا آبشار رو نخواهن، نه تموم شد. اینم به تو یعنی منظورش اینه که ما تا حالا عضو MPT بودیم، آقا کلی درد سر واسه ما بوده زیر شدیدترین نظارت ها، و غربی ها به جای اینکه طبق مفاد MPT به ما کمک بکنن، تازه با تحریما و کارشکنی ها و خرابکاری هاشون به ما لطمه زدن. به نظر من ایران و آمریکا، ایران و MPT آژانس باید روابطش رو دوباره از صفر باز تعریف کنن. آقا ایران باید از MPT خارج بشه، شما هیچ کاری نکردید، تازه ما رو تحریم کردید، حالا بیاید آقا شما یه حرکت بکنید ما یه حرکت میکنیم، حرکت در مقابل حرکت، اقدام در مقابل اقدام. اگر این کارو نکنیم، اینا زیاده خانی گروسی حالا افتاده به التماس کردن، ولی اینا کثافتا صفت ندارن و یعنی به معنی که باشون رامیایی بیشتر میخوان، قاعدتشون مثل موج دریاست دیگه، ساحل و موج دریا، موج می پیشروی میکنه، بعد به قول معروف ما اینطوری نباشیم که دوباره برگرده. باید ما موضع قاطع و قدرتمند بگیریم. آقا حضور ما در MPT چه نفعی برای ما داشته؟ تحریم نیستیم، تحریم تهدید نظامی رو میکنن، خود نظامی هم میکنن، هر کاری از دستش، هر کاری اگر حمله نظامی کنن چون میترسن، مثل سگ میترسن، از قدرت ایران میترسن. ولی در حوزه اقتصادی، در حوزه امنیتی، خرابکاری ها و کشتن دانشمندان ما و خرابکاری هایی که تو تأسیسات هسته‌ای کردن، من چه کار بوده که نکردنه؟ به نظر من بهترین آیتم واسه ادب کردن این بی شرم ها خروج ایران از MPT. تا یک حرکت انقلابی قدرتمند نشه اینا سر عقل نمیان. اینا هر وقت ما پیشروی میکنیم عقب میرن، وقتی بدون از سنبه پرزوره، وقتی بدون نه ضعیفیم، یه مقداری سستیم مثل دولت روحانی و تیم ظریف، نه میرونن ما رو. قربانتون برم دوستان عزیز، خواستم اینو واسه شما برجسته کنم، علارغم این اهن تروپی که آمریکایی‌ها می‌کردن و این اپوزیسیون در به داغون. ببین تو عالم واقع پیغام و پسغام تو بمیری آقا، آقا این بخشیده به سبیل کت خدا. قدیما وقتی کت خدا می‌رفتن یه چیز حل و فصل کنن، میگم آقا این بخشیده به سبیل کت خدا، حالا بایدن هم افتاده، آقا این بخشیده به سبیل، ببخشید آقا به سبیل کت خدا. قربون تو برم دوستان عزیز، سپاس از مهرتان، پیروز باشید.